حزب نارندرا مودی نخست وزیر افراطگرای هندو پس از شکست در کسب اکثریت مطلق برای اولین بار از زمان رسیدن به قدرت در یک دهه پیش در حال مذاکره با متحدان کلیدی برای تشکیل دولت است. در ادامه همکارم در رابطه با نتایج انتخابات هند گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. زمان با اعلام نتایج انتخابات سراسری در این کشور، حزب بهاراتیا جناتا به رهبری نارندرا مودی در کسب یک پیروزی قاطع ناکامان و برای تشکیل دولت باید با متحدان خود ائتلاف کند. قبل از آغاز شمارش آرا، مودی و بهاراتیا جناتا امید داشتند اکثریت 400 کرسی از 543 کرسی مجلس سفلای این کشور را از آن خود کنند. اما با آغاز شمارش آرا مشخص شد که ائتلاف مخالفان نتیجه‌ای بهتر از انتظارات را کسب می‌کند. طبق نتایج جدید، ائتلاف مودی با کسب حدود 295 کرسی در صدر قرار دارد، اما ائتلاف حزب کنگره به رهبری راهول گاندی موفق به کسب 226 کرسی شدند. حزب یا ائتلافی که بتواند بیش از 272 کرسی را در پارلمان به دست بیاورد میتواند دولت تشکیل دهد. راهول گاندی هم با بیان اینکه رای دهندگان حزب مودی را تنبیه کردند گفت این انتخابات نه تنها مبارزه علیه نخست وزیر بلکه برای نجات قانون اساسی است. مودی امیدوار است برای سومین دوره متوالی پیروز انتخابات شود، اما احزاب مخالف میگویند در صورت ماندن او در قدرت هندی‌ها بسیاری از آزادی‌ها را از دست خواهند داد. کاهش قابل ملاحظه کرسی‌های بهاراتیا جناتا شاید به بیکاری، افزایش قیمت‌ها، نابرابری فزاینده و اصلاحات بحث برانگیز استخدام در ارتش و سایر مسائل مرتبط باشد. کارزار سختگیرانه و تفرقه انگیز مودی به ویژه در مورد مسلمانان نیز ممکن است رای دهندگان در برخی مناطق را ناخشنود کرده باشد. نتایج انتخابات نشان می‌دهد که از درخشش نام مودی کاسته شده است. به بیان دیگر، او به اندازه‌ای که بسیاری از حامیانش تصور می‌کردند شکست ناپذیر نیست. این امر به اپوزیسیون امید تازه‌ای می‌بخشد. اگر حزب بهاراتیا جناتا دولت تشکیل دهد، به متحدانش وابسته خواهد بود و نیازمند اتخاذ رویکردی مشورتی تر خواهد بود. این وابستگی سبب می شود در صورتی که متحدان احساس کنند نادیده گرفته شده اند، دولت در معرض فروپاشی قرار گیرد. حزبی که زمانی قدرتمندترین حزب شناخته می شد، اکنون برخلاف سالهای 2014 و 2019 به متحدانش متکی است. نتایج انتخابات به مخالفان به رهبری حزب کنگره که آماج انتقاد بود، جان تازه‌ای خواهد بخشید. مودی به دلیل به حاشیه راندن مسلمانان که بزرگترین جمعیت اقلیت هند محسوب می شوند، آماج انتقاد است. دولت او با اتهام سرکوب مخالفان روبروست و چهره‌های سرشناس اپوزیسیون به اتهام‌هایی که می‌گویند ساختگی است در زندان به سر می‌برند. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام‌آباد همراه ما هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای افضل رضا، تحلیل شما در رابطه با نتایج انتخابات هند چیست و آیا با توجه به پیروزی شکننده حزب بهاراتیا جناتا امکان ایجاد گشایش هایی برای مسلمانان هند وجود داره؟ صدای بنده رو دارید جناب آقای افضل رضا؟ آقای افضل رضا صدای بنده رو دارید؟ بله بله، الان صدای جناب عالی دارم. منم عرض سلام و ادب میگم خدمت شما استاد بزرگ و بینندگان محترم. صدای بنده رو دارین الان؟ بله بله.
بفرمایید. ببینید، متاسفانه علی‌رغم برخی از نشانه های مبنی بر شکست یک حزب افراطی و مسلمان ستیز در هند، نمیتونیم این چشمانداز داشته باشیم که آیا میشه گشایشی برای حل مسائل مسلمانان کشمیر و جمله اقلیت مسلمین در کشور هند رو بتونیم پیش بینی کنیم، چرا که احزابی که قراره با حزب افراطی مودی دست به ائتلاف و بالاخره هماهنگی بزنن برای دولت، اونا هم کمتر از خود حزب بهاریت جانتا در سرکوب مسلمانان در ایالات مختلف هند ندارن. یکی از اصلی ترین مواضع مشابه میان حزب مودی و دیگر احزاب که قرار دولت آینده هندو به اصطلاح تشکیل بده، این سر همین مسلمان ستیزی و اسلام هراسی هستش. به ویژه یک نقطه نظر اونا هم همین است که کشمیر اشغالی باید همچنان تحت اشغال نیروهای هند قرار بگیره و مسلمان ها نباید حق جنب و جوش داشته باشن. پس نتیجه میگیریم علی‌رغم اینکه حزب مودی نتوانست مواضع دو انتخابات قبلی خودش حفظ بکنه، ولی در خصوص چالش‌های پیش روی مسلمانان متأسفانه باید بگیم که این چالش همچنان میتونه پاشنه آشیل پیشرفت و دفاع از حقوق مسلمانان در کشور افراطی مانند هند تصور بشه. سپاسگزارم از شما، افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان، از اسلام آباد.